بچه ها صدا و تصویر من هست؟ درست مهندس؟ خب اگر صدا و تصویر من داری لطفا عدد یک رو بفرستید رفقا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. خوشحالم که یک جلسه به عنوان اولین جلسه مجموعه کشوری با کلاس آنلاین از شهر مقدس مشهد در خدمت یکایک شما عزیزان هستم از تک تک و سایر نقاط ایران عزیزمون. سلام 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 سلام، مخلصی، مرسی مرسی مرسی، ممنونم از همتون. خب اون چت این برام باز شده. خب خیلی مخلصیم بچه ها. خب عزیزانم، جلسه اوله، یه سری صحبت ها با هم دیگه داشته باشیم، یه سلام علیک ویژه داشته باشیم، بدونیم میخوایم چیکار کنیم، مسیرمون به کجا میخواد خط بشه. توی 30 جلسه تا 35 جلسه عربی کنکور 1402 میخوایم چیکار کنیم. شاید بنده کمتری معرف حضورتون باشم، اما به رسم ادب خودم رو یک بار معرفی میکنم. مرتضی مصری هستم، دانشجوی مقطع دکترا، استاد دانشگاه و مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر شهر مشهد مقدس و تهران، برگزار کننده همایش های کشوری، طراح سوالات آزمون های کشوری، مؤلف 3 جلد کتاب جامعه کنکوری، کتاب جامعه کنکوری عربی به سبک مصری 1 و 2 و کتاب جامعه کنکوری دین و زندگی به سبک مصری، مدرس تعداد کثیری از رتبه های برتر کنکور سراسری در نظام جدید، از جمله ارشیا خالصی رتبه 154 کنکور تجربی، مختیار افتخاری رتبه 500 کنکور تجربی، پرنیان پاگروان رتبه 333 کشور. همه اینها در کنکور 1400 هن. انشالله 1401 مطمئنم که نتایج خیلی بهتری هم خواهیم داشت. خوب عزیزان، صدای من الان هست؟ اگه صدای من رو دارین عدد یک رو لطفاً بفرستید. آقای مهندس صدای من هست؟ خب ببخشید یه ذره امروز این نت ها مشکل داره. خیلی ممنون، مرسی امیرحسین عزیز، خوشحالم دوباره میبینم امیرحسین دیرکوند عزیز. خب خانوم ها آقایون، ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما در عربی به سبک مصری در مجموعه کشوری با کلاس میخوایم چیکار کنیم رفقا؟ ما انشاءالله در 30 جلسه میخواییم 0 تا 100 عربی رو با هم دیگه کار کنیم. 0 تا 100 قواعد، 0 تا 100 تحلیل و صرفی، 0 تا 100 ترجمه کنکور و 0 تا 100 ضبط الحرکات. هر آن چیزی که نیازه تا تک تک شماها در کنکور 1402 در هر رشته‌ای که هستید، انسانی، تجربی، ریاضی، هنر و زبان، بهترین نتیجه رو بگیرید، ما اینجا انشاءالله اونو در برنامه هم خواهیم داشت. 30 جلسه داریم بچه ها. در این 30 جلسه از 7 تا 12 بهتون آموزش میدم. درست شنیدید، 7 تا 12. خیلی از شما الان فکر میکنید آقای مصری مگه عربی 7 تا 12؟ عربی 10 تا 12 نه عزیز من، عربی 7 تا 12. بذار یه چیزی رو همین اول برات مشخص کنم رفیق. هر کسی که به تو میگه من بهت فن تستنی یاد میدم، من به تو تکنیک یاد میدم، من به تو یه برنامه میدم که تو 2 ماه کنکور رو ببندی، اینا همه دروغ محضه. برای نتیجه گرفتن یه روش هست، اونم چیه؟ عالم بودن. شما باید علم داشته باشی تا نتیجه بگیری. و سلام، من شما رو انشاءالله عالم میکنم به آنچه که نیازه تا تو بتونی در کنکور موفق بشی، عالمت میکنم. بچه ها از 25 تا تست تجربی ها و 50 تا تست ریاضی ها، تجربی ریاضی ها 25 تا تست، هنر 25 تا تست، انسانی ها 50 تا تست، 80% قواعده. ما تست های ترجمه کنکور رو به وسیله قواعد پاسخ میدیم، تست های ضبط الحرکات رو به وسیله قواعد پاسخ میدیم، ضبط الحرکات در تست های تحلیل و صرفی در درک مطلب به صورت قواعد پاسخ میدیم. خود قواعد هم که 7 تا 8 تست به صورت جداگانه داره. انشاءالله با روش و سبک عربی به سبک مصری آن چیزی که نیاز باشه رو من بهت
آموزش میدم. از همین امروز شروع میکنیم با هم دیگه از به بسم الله پایه هفتم شروع میکنیم و بعد تست های کنکوریش کار میکنیم. بچه ها ما هر جلسه تست های کنکوری کار میکنیم. من جز معدود دبیرانی هم که رو تست های کنکوری تاکید دارم. چرا؟ چون شما باید به وسیله تست های کنکوری نتیجه بگیری، نه تست های تالیفی. خب آقای مصری، ما این هفته کلاسمون تموم شد، تا هفته بعد چیکار میکنیم؟ عزیزی فدات بشم، ما تا هفته بعد چیکار میکنیم؟ امیرحسین عزیزم لطف داری، تاج سری. واقعا امیرحسین پارسال با ما بود، انشالله امسال یه نتیجه خیلی خوب از امیرحسین عزیز ببینیم. رفقا ما چیکار میکنیم؟ من از این هفته که کلاسمون تمام میشه تا هفته آینده شما رو به حال خودتون رها نمیکنم. یه گروه VIP براتون ایجاد میکنیم در تلگرام. غیر از تست هایی که در سر کلاس با هم میزنیم، تا هفته آینده مبحثی که کار میکنیم رو در گروه VIP من براتون هر شب تست میذارم، شما پاسخ میدین و بعد من ویس تشریحشو براتون میذارم. ما با آزمون هایی که در کلاس میگیریم 300 تست کار میکنیم و حداقل در گروه VIP 400 تست کار میکنیم. پایان 30 جلسه ما 700 تست نامبر 1 و درجه 1 کار میکنیم. حالا اگه آماده‌ای پر قدرت پر انرژی بریم جلسه اول شروع کنیم، یه یا علی مشتی بنویسید، یه یا علی مشتی بنویسید، یه رخصت بگیریم. عید قدیر هم نزدیکه، دم همتون گرم، دم همتون گرم. امیرحسین دلم برای تنگ شده پسر. مهدی خانوم عزیز، زهرا خانوم، احمد رضای عزیز، علی عزیز، مرسی از همتون. آرمیتای عزیز، زهرای شایسته عزیز، امیر مجیدزاده عزیز، خیلی خوب، دمتون گرم. بریم شروع کنیم. آماده این رفقا؟ بریم ببینیم آقا عالم بودن چه مزه‌ای داره. به وسیله علم هر تستی رو میتونیم پاسخ بدیم. بریم شروع کنیم. انواع اسم بچه ها، 80% کنکور ما اسمه. عربی شاکله اصلیش اسمه. از انواع اسم بگیر: مؤنث، مذکر، تقسیم بندی، تفصیل، مکان، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم معرفه، اسم نکره، الی آخر. بریم با بیس اولمون شروع کنیم. خب انواع اسم در زبان عربی، اسم معنای کاملی دارد. اسم معنای کاملی دارد، به زمان خاصی اشاره نمی کند، غالبا ما را به یاد یک فرد، یک یا یک شی می اندازد یا به آنها ربط دارد. خب خانوم ها، آقایان، می خواهیم بریم با هم ویژگی های اسم رو بشناسیم. بابا 90% بچه ها وقتی سر جلسه کنکور می شینن هنوز ویژگی های اسم و فعل رو بلد نیستن، نمیتونن اسم و فعل رو تشخیص بدن، فقط دنبال معنی می گردن. خب امیر عزیزم به سلامت. خب حالا اینجا با من باشید، بریم ببینیم آقا ویژگی های اسم چیه. به طور کلی به کلمه های زیر در زبان عربی اسم به شمار می آیند: کلماتی که با ال شروع بشن یا علامت حرف آخرشون تنوین باشه، ان، ان، اون، و یا تای تانیث داشته باشن اسم حساب میشن. عزیزانم هر کلمه‌ای که با ال شروع بشه، هر کلمه‌ای که علامت حرف آخرش تنوین باشه، هر کلمه‌ای که حرف آخرش تای تانیث باشه اسم حساب میشه. نگاه کنید المؤمنونه، آقا المؤمنون معنیشو نمیدونیم، فدای سرت، اسم یا فعل؟ اسمه، چون با ال شروع شده. اکبرون، آقا اکبرون اسم یا فعل؟ اسمه، چون علامت حرف آخرش تنوین اون گرفته. جمیلن، جمیلن اسم یا فعل؟ اسمه، چون علامت حرف آخرش تنوین ان گرفته. یا منزدت، منزدت بچه ها اسم یا فعل؟ منزدت اسمه، چرا اسمه؟ چون آخرش تای تانیث گرفته. یا غزالت، غزالت میشه آهو، معنیشو نمیدونی، فدای سرت، اسم یا فعل؟ اسمه، چون علامت حرف آخرش تای تانیث گرفته. تا اینجا گرفتید بچه ها؟ بریم ادامه بدیم. دو، ضمایر، ضمایر چه منفصل و چه متصل اسم به شمار می آیند. عزیزانم
ضمیرها چه جدا باشن چه چسبیده اسمن. ضمیرهای جدا چی ان؟ انا، انت، انته، هو، هی، نحنو، انتم، انتما، انتنا، هم، هن، هما، هما. ضمیرها چه جدا باشن چه چسبیده باشن اسم حساب میشن. حالا با من باش، حالا با من باش. آقا شاید سوال برات پیش بیاد، آقای مصری ما چجوری ضمایر جدا رو تشخیص، ضمایر چسبیده رو تشخیص بدیم؟ خب ضمیر جدا که معلومه، انا، انت، انته، هویه، اینا که ضمیر جداست مشخصه. ضمیر چسبیده رو چجوری تشخیص بدیم؟ من مثال میزنم، من میگم معلم، میگم چی بچه ها؟ میگم معلم. آقا معلم اسمه، درسته بچه ها؟ معلم اسمه، درسته؟ من به معلم نا اضافه میکنم، من به معلم نا اضافه میکنم، میشه چی؟ میاریمش بالا، میشه معلم و نا، میشه معلم و نا. خب رفیق، در معلم و نا چند تا اسم هست؟ بچه ها همه چیزهایی که الان دارم بهتون یاد میدم، ما میخواییم نیم ساعت دیگه، 45 دقیقه دیگه تستاشو بزنیم نیم ساعت دیگه، خوب گوش کن. آقا در معلمونا چند تا اسم هست؟ تو کنکور به تست میده کم اسمن جا افل عبارت تالیه، چند تا اسم وجود داره؟ آقا معلم خودش اسمه. آقای مصری گفت ضمایر چه جدا باشن چه چسبیدم اسمه. خب در معلمونا ما چند تا اسم داریم؟ دو تا اسم داریم، معلم یکی، نا دو تا. اگه متوجه شدی عدد یکو بفرست، اگه متوجه شدی عدد یکو بفرست. دم همتون گم، باریکالله آرمیتا، باریکالله مهدیه، زهرا، احمد رضا، زهرا شایسته، باریکالله پریسا، باریکالله. خب یه مثال دیگه برات بزنم، نگاه کن عزیز من، من میگم کتاب، بهش یه اضافه میکنم، میشه چی؟ کتابی. آقا در کتابی چند تا اسم داریم؟ کتاب اسم اوله، ضمیرها چه جدا باشن چه چسبیده اسم حساب میشن. ما در کتابی یک اسم، دو اسم، ای والله. حالا بریم ادامه بدیم. خب سوال پرسیدن آقای مصری جزوه ها در اختیارمون قرار میگیره؟ بله عزیزان، شما بعد از ثبت نام در کلاس عربی جزوه ها در سایت در اختیارتون قرار میگیره، به صورت پی دی اف در تلگرام هم بهتون داده میشه. خب حالا با من باشید. حالت سوم اسما یا دسته سوم اسما، عزیزان تمام کلمات پرسشی به غیر از اوحل اسمن. خانوم ها، آقایان، عزیزانم، همه کلمات پرسشی به غیر از اوحل اسمن. آقا کلمات پرسشی چیه؟ اینه، متا، کیفه، من، ما، من اینه. دیگه مثال بزنیم، لمن، دیگه چی بگیم؟ بگیم آقا لمن، بگیم چی؟ مازا، بگیم لمازا. تمام کلمات پرسشی به غیر از اوحل اسم حساب میشن. خب پس تا اینجا گفتیم هر کلمه ای که ال بگیره، شروعش با ال باشه، علامت حرف آخرش تنوین باشه، حرف آخرش تای تأنیث باشه، اسمه. ضمایر چه جدا چه چسبیده اسمن. تمام کلمات پرسشی به غیر از اوحل اسمن. حالا بریم سال بعدی، حالا بریم سر بعدی. همین امروز من یه دونه تست کنکور سراسری 1403 رو انشالله تقدیمت میکنم. بدون شک یه دونه تست تو کنکور داره، خوب گوش کن، خوب گوش کن. قیدهای زمان و مکان، خانوم ها، آقایان، ما به انده، قبله، بعده، امامه، تحته، جنبه، وراءه، یکی دوتا دیگه میگم، یکی دوتا دیگه میگم، حوله، امامه، ما به اینا چی میگیم بچه ها؟ ما به اینها میگیم، حوله امامه را که نوشته بودیم البته، ما به اینها میگیم بابه را بنویسیم ها؟ به جای امامه بیاییم چی را بنویسیم؟ بابه را بنویسیم، بابه. ما به اینها میگیم قید زمان و مکان. قیدهای زمان و مکان در عربی اسم لحاظ میشن. کنکور 98 خارج از کشور را نگاه کن، تست داده بود عین مافی قید الزمان او قید المکان فی العبارات تالیه. گفته بود مشخص کن
تو کدوم گزینه قید زمان یا قید مکان داریم؟ خیلی از بچه‌ها میگفتن یعنی چی این سوال؟ فقط کافی بود اینا رو بلد باشید. داوطلب گفته بود کدوم گزینه قید زمان یا مکان اومده کنکور 98، باور داده بود، باور در گزینه جیم داده بود. خب تو گزینه جیم باور قید زمان و مکان پاسخ میشد گزینه 3. به همین سادگی عالم باشی راحت نتیجه میگیری. خب تا اینجا متوجه شدین؟ اگه متوجه شدی عدد 2 رو بفرست. باریکالله آرمیتا، زهرا طیبی، زهرا شایسته، مهدیه، علی، ماشاءالله، پریسا، باریکالله. اگه اسم همه رو نمیگم عذرخواهی میکنم. بریم ادامه بدیم رفقا. دسته بعدی اسم ها، خب رسیدیم به یه نکته توپ. میگه آقا کلمه، میگه 5 کلمه ای که مجرور شود. بچه ها مجرور یعنی چی؟ یعنی علامت حرف آخرش ای یا ان بگیره. خوب گوش کن، هر کلمه ای که علامت حرف آخرش ای یا ان بگیره ما بهش میگیم چی؟ بهش میگیم مجرور. مجرورها همیشه اسم هستن. هر کلمه ای که مجرور باشه یعنی علامت حرف آخرش ای یا ان باشه حتما اسمه. خب حالا نگاه کن، تموم شد؟ نه، شاکلید داره. خوب گوش کن، میگه کلمه ای که مجرور شود یعنی ای یا ان بگیرد حتما اسم است. وقتی اسمی مجرور باشد کلمه قبل از آن حتما اسم است. خوب گوش کن عزیز من، مجرور همیشه کلمه قبل خودش رو تبدیل به اسم میکنه، حتی اگه فعل باشه. حتی اگه فعل باشه با من باش، میخوام مثال بزنم اینجا رو، خوب با من باش. میخوام دانش آموزایی بسازم که 1402 تو کنکور رقیب نداشته باشن. هر سال به لطف خدا این کارو کردم، امسال هم ایشالله میکنم به یاری خدا. خوب گوش کنید، الان توضیح میدم احمد رضا. من گفتم هر کلمه ای که مجرور باشه یعنی علامت حرف آخرش ای یا ان بگیره اسمه. خوب حالا مجرورها کلمه قبلشون رو هم تبدیل به اسم میکنن، حتی اگه فعل باشن. با من باش، با من باش. آقا من میگم انزلل عامله، میگم انزلل عامله. آقا در نگاه اول انزلو فعله، به تنهایی انزلو فعله. چرا میگیم فعل ال گرفته؟ آتای تنیس داره، آخرش تنوین گرفته، ضمیر انزلو قید زمان و مکانه، کلمه پرسشیه، علامت حرف آخرش مجروره، او ان گرفته. نه آقا، در نگاه اول میگیم انزلو چیه؟ فعله. اما جمله رو میگم انزلو العامله. عزیزان العامله به دو دلیل اسمه، یک ال گرفته، دو علامت حرف آخرش مجروره. العامله علامت حرف آخرش چیه بچه ها؟ مجروره. چی گرفته؟ کسره گرفته. حالا من چی گفتم؟ گفتم مجرورها قبل خودشون رو تبدیل به اسم میکنن، یعنی العامله که مجروره انزلو رو هم تبدیل به اسم میکنه. الان در عبارت انزلو العامله ما چند تا اسم داریم؟ دو تا اسم داریم، انزلو اسم اول، العامله اسم دوم. اگه متوجه شدی عدد 2 رو بفرست. باریکالله آفرین، احسن، باریکالله. امیررضا متوجه شدی؟ آرمیتا باریکالله، مهدی زهرا باریکالله، زهرا شایسته طیبی باریکالله، امیررضا احسن. خب تا اینجا اوکی شدین؟ دیدی چه شاکلید توپی بود؟ بچه ها من بهت میگم باید علم داشته باشی تا نتیجه بگیری. الان اینا مال سال چندومه؟ هفتم تا نهم. اینا رو بهت گفته بودن؟ نه. وقتی کامل ندونی نتیجه نمیگیری. بریم بعدی، بیاییم با من باشید. نکته آخر، خوب گوش کن، آخرین ویژگی اسم ها چیه؟ کلمه ای که بعد از حروف جر بیاید حتما اسم است.
که علامت حرف آخر آن مجرور است. خوب نگاه کن با من باش، سادش میکنم. عزیز من، هر کلمه‌ای که بعد از حروف جر یا جار بیاد اسمه. آقا حروف جار چیه؟ حروف جار من، فی، علی، الا، ان، به، له، که، حتی. هر کلمه‌ای که بعد اینا بیاد اسمه. بچه ها خود اینا اسم نیستن، اینا حرفن. حرف ها قابلیت تبدیل به اسم رو ندارن. نگاه کن، میخوام مثال بزنم. میگم من قریتن، میگم من قریتن. خب آقا الان من حروف جاره، قریتن که بعد حروف جار اومده میشه اسم، درسته؟ بعد شاید الان با خودت بگی آقای مصری شما اگه اینم به ما نمیگفتی، از اونجایی که قریتن آخرش تای تأنیث گرفته و مجروره، خب قریتن اسم ما میدونستیم دیگه، چرا اینو به ما گفتی؟ من دقایق پیش به شما چی گفتم؟ گفتم مجرورها قبلشون رو تبدیل به اسم میکنن، فقط یه جا هست که مجرور قبلش رو اسم نمی کنه، اونم زمانیه که قبلش حروف جار بیاد. الان در من قریتن چند تا اسم داریم؟ فقط یه اسم داریم، من دیگه اسم نمیشه، من حرفه. اگه تا اینجا فهمیدی یه یا علی دوباره بنویس. دم همتون گرم. علی عباس‌آبادی، باریکلا، باریکلا، مهدیه، زهرا، آرمیتا، پیمان، باریکلا، ماشاءالله، احسن. خوب حالا که ما ویژگی اسمها رو فهمیدیم، میخوایم بریم سراغ تقسیم بندی اسم از نظر عدد. بچه ها همین مبحثی که من امروز باهاتون کار میکنم و تستاشو میزنم، من بهتون قول میدم 70% رقباتون در کنکور 1402 یاد ندارن. یعنی شما همین امروز یه مبحث مهم رو در عربی یاد گرفتی، یه تست 1402 هم در جیبت گذاشتی. با من باش. میخوایم بریم اسم از لحاظ جنسیت. ببینیم آقا اسم از لحاظ جنسیت یعنی چی. خب ما میگیم اسم ها در عربی بچه ها به دو دسته مذکر و مؤنث تبدیل میشن، درسته؟ درسته؟ خب همیشه میگن مذکر و مؤنث، اما من در عربی به سبک مصری هم نوشتم، همیشه هم میگم اول مؤنث بعد مذکر، به دو دلیل. یک، خانوما مقدم ترن دیگه، درسته؟ درسته خانوما؟ مخلصیم. خب دو، عزیزان ما وقتی ویژگی‌های اسم رو بلد وقتی ویژگی‌های اسم مؤنث رو بلد باشیم، اسم مذکر خود به خود پیدا میشه، خود به خود چی میشه؟ نمایان میشه. حالا با من باشید، به من بگید ویژگی اسم‌های مؤنث چیه؟ شما بگین تا بعد من درس بدم. ویژگی اسم‌های مؤنث چیه؟ شما بگین تا بعد من بگم. میخوام علم رو بهتون بگم بچه ها. بگید ماشاءالله. نه، اسمای مؤنث. مهدیه، الله نیست، ال اسم مؤنث نیست. نمیتونیم بگیم هر اسمی که ال داره مؤنثه. آخرش تای تأنیث داره. آرمیتا میگه آخرش تای تأنیث داره، درستم میگه. علی هم همینو میگه، علی عباس آبادی. زهرا طیبی هم همینو میگه، باریکالله، درستم هست. من به هر کسی که، من به دانشجوهای رشته ادبیات عرب بچه های ترم یک میگم باقا ویژگی اسمای مؤنث رو بگو، میگه تای تأنیث. همه همینو میگن. بچه ها درسته، بارسترین ویژگی اسمهای مؤنث تای تأنیثه، اما همه ویژگی هاش این نیست. شما اگه تمام ویژگی های اسمهای مؤنث رو بلد نباشی، در کنکور نمیتوانی تستا رو پاسخ بدی. با من باش. خب علی یه نکته دیگه گفت، درست علی. حالا بریم با هم گوش کنیم. آقا اولین، نگاه کن، میگم به طور کلی نشانه های اسم مؤنث که در آخر اسامی قرار میگیرن عبارتن از
اولین ویژگی اسم مؤنث چیه؟ تای تانیث. هر کلمه ای که علامت حرف آخرش تای تانیث باشه میشه اسم مؤنث. خب همه تون میدونید آقا مشکلت مؤنث یا مذکر مؤنث، چون تای تانیث داره. طالبت، سیارت، اینا همه مؤنثن چون تای تانیث دارن. اما 6 تا ویژگی داره اسم مؤنث. یاد پرسپولیس نیفتید ها استقلالی ها. استقلالی داریم ما اینجا؟ استقلالی ها عدد 1 رو بفرستن. نداریم. پرسپولیسی ها عدد 2 رو بفرستن. آه این درسته، معطی خوب بود. خب آقا من پرسپولیسی هم ولی مخلص استقلالی هم هستیم. خب حالا 6 تا اسم های مؤنث 6 تا ویژگی داره. خب 1 تای تانیث. حالا 2 الف و ی. خوب گوش کن عزیزانم دومین ویژگی اسم های مؤنث الف و ی. خوب گوش کن بچه ها. هر اسمی که آخرش الف یا یه باشه، هر اسمی که حرف آخرش الف یا یه باشه اسم مؤنثه. اسم چیه؟ مؤنثه. فقط باید حواسمون باشه اسم مرد نباشه. نگاه کنید الان اسم من چیه؟ مرتضی. الان اسم من چیه؟ مرتضی. بچه ها اسم من در ظاهر ویژگی مؤنث رو داره دیگه، درسته؟ اما کاملا مشخصه که مرتضی اسم یک مرده. یا مثلا ما میگیم رضا، یا مثلا ما میگیم چی؟ رضا. رضا در ظاهر ویژگی چی رو داره؟ مؤنث رو داره. اما کاملا مشخصه که اسم مرده. ما یه اسمایی مثل مرتضی، رضا رو مؤنث لحاظ نمی کنیم. اما عزیزان هر اسمی که آخرش الف یا یه بگیره و اسم مرد نباشه مؤنثه. مثلا اینجا مثال زدیم، مثلا گفتیم چی؟ مثلا گفتیم کبرا آخرش چی گرفته؟ یه. گفتیم دنیا آخرش چی گرفته؟ الف. گفتیم زهرا. باز مثال میزنم، میگم حسنا آخرش چی گرفته بچه ها؟ یه. میگم هدا آخرش چی گرفته؟ یه. خب میگم هدا آخرش چی گرفته بچه ها؟ یه. ببین هر اسمی که کبرا، دنیا، زهرا، حسنا، هدا، صغرا، هر اسمی که آخرش الف یا یه بگیره و اسم مرد نباشه مؤنثه. متوجه شدی؟ ای والا باریکلا. خب حالا دمتون گرم. حالا می تو باریکلا بریم، حالا ادامه بدیم، با من باش. ویژگی بعدی اسم ها چیه بچه ها؟ خوب دقت کن. میگم 3 الف و همزه کوچیک. عزیزانم هر کلمه ای که یا هر اسمی که دو حرف آخرش الف و همزه کوچیک، ما در عربی میگیم الف ممدود. هر دو حرفی که، هر کلمه یا اسمی که دو حرف آخرش الف ممدود باشه یا الف و همزه کوچیک باشه میشه چی؟ میشه مؤنث. نگاه الهمرا آخرش چی گرفته؟ الف همزه کوچیک یا الف ممدود؟ مؤنث یا مذکر؟ مؤنث. از ظلما آخرش چی گرفته؟ الف همزه کوچیک. مؤنث یا مذکر؟ مؤنث. مثال دیگه براتون میزنم، میگم صحرا مؤنث یا مذکر؟ مؤنث. من میگم سماء. آقا سما مؤنث یا مذکر؟ مؤنث. میبینی علم یعنی اینا، علم یعنی این. همین جلسه کل شما رو بردم جلو. کسایی که همراه منن، من به لطف خدا پارسال تو مجموعه کشوری با کلاس
من کد من یکی از شلوغ‌ترین کدا بود دیگه، فکر می‌کنم دومی درس پر داوطلب و پرطرفدار عربی بود تو مجموعه کشوری با کلاس. بعد درس تخصصی هم ما بیشتر شاگرد داشتیم و الحمدلله بعد کنکور انقدر من فیدبک مثبت گرفتم، واقعا عزمو جذب کردم بچه‌ها. امسال دو برابر پارسال، سه برابر پارسال، تا اون جایی که میشه بذارم توانمو. من هر سال اوج انرژیمو گذاشتم، اوج کیفیتمو گذاشتم، اما یه چیزی میگم آقا نتیجه گرفتن شما یه تعهد برای من، باید هر چی که دارم بذارم و فقط شما باید عالم بشی تا نتیجه بگیری. و سلام، خوب گوش کن، میخوایم بریم تستاشو بزنیم چند دقیقه دیگه. علی جان عزیزم، مرسی پسرم. خب حالا آقا اینو فهمیدیم درسته، دمتون گرم. حالا حواسا اینجا باشه آقا، اعضای زوج بدن همه مؤنثن. آقا ید چیه؟ دستا. اعضای زوج بدن چیه؟ مؤنثه. اعضای زوج بدن منظورم چشم و گوش و دست و پاه. آقا ید میشه چی؟ میشه دست. زوج دیگه مؤنثه. رجل میشه چی بچه‌ها؟ میشه پاهامون. زوج دیگه مؤنثه. آقا عین یعنی چشم. چیه؟ زوج دیگه مؤنثه. تازه عیون هم میتونیم بگیم، عین مفرده، عیون جمعه. خب آقا مؤنثه. اوزون چیه رفقا؟ گوشهای ماست، مؤنثه. پس اعضای زوج بدن همه مؤنثن. اوکی، خیلی خب. حالا بریم بعدی. عزیزانم اسامی تمام شهرها و کشورها مؤنثن، همه شهرها و کشورها مؤنثن. آقا من میگم ایران، میگم اصفهان، میگم فلسطین، میگم آمستردام هلند، میگم ونکوور کانادا، میگم کشور مکزیک، هر قاره، هر شهری، هر کشوری مؤنثه. متوجه شدین رفقا؟ اگه تا اینجا متوجه شدین عدد یک رو بفرستین. دم همه تون گرم. باریکالله. دمتون گرم. باریکالله. ببینید اگه قرار باشه کسی نتیجه بگیره، شمایید که از روز اول سفت و محکم شروع کردی. تا روز آخر سفت و محکم همراه من باش. من با سبکی که ابداع کردم، یعنی عربی به سبک مصری، اگه عمری باشه پایان این 30 جلسه شما رو به سطحی میرسونم که واقعا هر کسی نتونه باهاتون رقابت کنه. خب بریم بعدی. اسامی ارض، سما، السما، الشمس، النار، الدار، النفس، الحب، البر و القمر، اینا همه مؤنثه. آقا هر کدوم از اینا رو دیدی؟ اینا همه مؤنثه. همه چیه؟ مؤنثه. من اگه 10 دقیقه پیش بهت میگفتم قمر مؤنثه یا مذکر، احتمالا میگفتی مذکر. من اگه 10 دقیقه پیش به شما میگفتم ظلما مفرد مؤنث یا مذکر، احتمالا میگفتی مذکره. اگه من 10 دقیقه پیش به شما میگفتم صحرا مؤنث یا مذکر، احتمالا میگفتی مذکره. چرا؟ چون شما مؤنث رو فقط در تا تأنیث خلاصه میکردید، اما الان فهمیدی تمام ویژگی های مؤنث رو فهمیدی که آقا شهرها، کشورها، اعضای زوج بدن، اسامی ارض، سما، شمس، نار، دار، نفس، هر، بر، قمر، اینا همه چی هن؟ مؤنثن. الف ممدود مؤنثه، الف و یه مؤنثه. حسنا، کنکور 99 رو نگاه کنید، تحلیل و صفحه کنکور 99، حسنا رو داده بود بالای 80% بچه‌ها گفته بودن حسنا مذکره، در حالی که اونی که دانش آموز من عالمه میدونه که بابا حسنا آخرش یه گرفته، پس مؤنثه، مذکر نیست. حالا اگه آماده اید بریم سر آخرین بخش، یعنی تقسیم بندی اسم از نظر عدد. ما اول اسما رو، ویژگی‌هاش رو یاد گرفتیم،
مؤنث رو یاد گرفتیم، حالا مذکر رو الان یه دقیقه بهتون میگم، میریم تقسیم بندی اسم از نظر عدد، بعد میریم تستای کنکور 91 تا 1400 رو میزنیم ببینیم چند تا درست میزنید، عربی به سبک مسی چیکار میکنه با شما. خب اگه آماده یه یا علی بگو، یه یا علی بگو، یه انرژی بگیریم. دم احمدتون گرم، دمتون گرم، آرمیتا دمت گرم، زهرا دمت گرم، مهدیه دمت گرم، باری کلا احمدرضا دم شما رو گرم، اسما دم شما رو گرم، باری کلا عزیز دلیت، باری کلا. خب بریم شروع کنیم، اگه اسم کسی جا میفته ببخشید. خب حالا خانوم ها، آقایان، اسم های مؤنث رو یاد گرفتیم. این که میگه خانوم ها مقدم ترن، برای همین ها، چون خانوم ها رو که تشخیص میدیم مؤنث و مذکر پیدا میشه. نگاه کن اسم های مذکر چیه، میگه به طور کلی هر اسمی که ویژگی مؤنث را نداشته باشد مذکر لحاظ میشود. مثال آقا جبل، آقا جبل، جبل، جبل تای تانیث داره، آخرش الف یا یه گرفته، آخرش الف و همزه کوچیک یا الف ممدود گرفته، جبل نام شهر و کشوره، اعضای زوج بدنه، جزء اون دهتاست، نه ویژگی های مؤنث رو نداره، میشه چی؟ مذکر. طالب مذکر، جمیل مذکر، هر کلمه‌ای که ویژگی مؤنث رو نداشته باشه میشه مذکر، به همین سادگی. الهه خانم چی گفتن؟ الهه گفته استاد میشه لحظه قضیه لحظه قسمت اسمای مؤنث رو بیارید؟ الهه جان، آقای مهندس این جزوه و این جلسه اختیار بچه ها قرار میگیره توی سایت؟ خب بچه ها الهه نمیخواد شات بگیری، بچه ها اسکرین شات نمیخواد بگیرید، همون جایی که وارد کلاس شدین این جلسه به صورت رایگان در اختیارتون قرار میگیره، به صورت رایگان. ثبت نام که کردید دیگه هر هفته منظم سر کلاس میای، ما جلسه اول به صورت رایگان در اختیارتون قرار میدیم، نگران نباشید، نیازی نیستش که بخواین شات بگیرید. الهه اوکی شد؟ خب حالا بریم ادامه بدیم. حالا بیاییم با من باشید. خب دمت گرم الهه. خب بیاییم با من عزیزان، عزیزانم، حالا میرسیم به تقسیم بندی اسم از نظر عدد. آقا این تقسیم بندی اسم از نظر عدد، این تقسیم بندی اسم از نظر عدد 100% تو کنکور تست داره، کنکور 1402 100% از این تست میبینی. بماند اونایی که بهت گفتم بماند امکان داره تست مستقیم داشته باشه، هیچی، تو کل مبحث اون نکات قبلی به دردت میخوره، در ادامه راه بهتون نشون میدم که آقا اون نکات قبلی کجا به دردت میخوره، ترکیب اضافی، ترکیب وصفی کجا به دردت میخوره. حالا با من باش، با من باش. میگیم اسم ها از لحاظ عدد به مفرد، مثنا و جمع تقسیم میشون، اسم ها از لحاظ عدد به مفرد، مثنا، جمع تقسیم میشون. آقا مفرد چیه؟ مفرد اسمیه که بر یک نفر یا یک شی دلالت میکنه، حیوان هم اضافه میکنیم. آقا مفرد یعنی چی؟ یعنی یه دونه، یه دونه انسان، یه دونه شی، یه دونه حیوان، هر چیزی که یه دونه باشه مفرده. حالا میخوایم بریم سر اصلی، مثنا. از اینجا با من باش، مثنا، از اینجا کار شروع میشه، دقت کن. اسمی است که برای دو نفر یا دو چیز، چیز همون شیه بچه ها، اسمی است که برای دو نفر یا دو شی به کار میرود که مثنا به آخرش اینه یا آنه اضافه می شود. آقا با من باش، با من باش، با من باش، اینجا رو ول کن، با من باش، تخته رو ول کن، با من باش عزیز من. مثنا یعنی چی؟ خوب گوش کن، مثنا یعنی دوتا، یا دوتا انسان یا دوتا شی. آقای مصری حیوان ها رو نگفتی عزیز من، دوتا حیوان مثنا نیستن،
تنها چیزی که در عربی دو تای و جمعه حیوان هاست. الان دو تا گربه با هم دیدی زن و شوهری راه میرن، بدون که جمعن خانواده. اما شما و دوستت تو خیابون با هم راه میری چی هن؟ مسنان. آقا این دوتا شیعه دیگه، این تلفن با این شیعه دیگه همراه، این دوتا چی هم؟ مسنان. خب حالا با من باش، حالا با من باش عزیز من، خوب گوش کن، خوب گوش کن، خوب گوش کن، خوب گوش کن، اینجا با من باش. آقا ویژگی اسمهای مسنان چیه؟ ویژگی اسمهای مسنان بودن آنه و اینه در آخرشونه. خوب گوش کن آقا، هر اسمی که آخرش آنه یا اینه بگیره مسناست. اوکی بچه ها تا اینجا اوکی این؟ هر اسمی که آخرش آنه یا اینه بگیره مسناست، تا اینجا اوکی این؟ اگه اوکی عدد دو رو بفرست، میخوام شاکلی دو بهت بگم، میخوام شاکلی دو بگم، دمت گرم، باریکلا باریکلا، مرسی مرسی. خب دمتون گرم، دمتون گرم، ماشاءالله. حالا با من باش، همین امروز کلی میبرم به جلوتر. فکر کن 30 جلسه با من باشید به کجا میرسی؟ البته یادمون نره که خدا فرمون رو دست ما، یعنی اگه چیزی هست اون میخواد که ایشالله بشه. حالا با من باش، هر اسمی که آخرش آنه یا اینه بگیره ما بهش میگیم مسنا. خب حالا من مثال میزنم، نگاه کن نگاه کن، من میخوام مثال بزنم، خوب گوش کن، میخوام مثال بزنم، خوب گوش کن. این بچه ها خودش ته نکته است، خوب گوش کنید. من میگم طالبان. خب خب من میگم طالبان، میگم کتابین، میگم جیران. خوب گوش کن آقا، در ظاهر طالبانه، کتابینه، جیرانه، در ظاهر همه اینها چون آنه، اینه و آنه دارن مسنا هستن، درسته؟ درسته رفقا؟ الان همه این ستا مسنان، درسته؟ پاسخو منو بده، ستاییشون مسنان، درسته عزیزان؟ درسته؟ خب خب آفرین، در ظاهر همشون مسنان، اما در واقعیت نه نه نه. میخوایم کنکور 98400 تستاشو بزنیم ببینیم، تازه بعضی از تستاشو. عزیز من هر اسمی که آخرش آنه یا اینه دیدی سری نگی مسناستا، نه، دستتو رو نشانش بذار، یعنی دستتو رو آنه و اینه بذار. وقتی آنه و اینه رو حذف کردی، اگه مفردش مون که مسنا هست، اگه مفرد اسم نمونه مسنا نیست. شاید الان بگی آقای مصری ما شاید مفرد اسمو ندونیم چی میشه. عزیز من وقتی یه کلمه مفردش وقتی یه کلمه پس از حذف نشانه مفردش باقی نمونه، اون کلمه یه چیز عجیب غریبی میشه، تا حالا نشنیدی. بیا با هم نگاه کنیم. الان طالبانه من دستم رو آنه میگیرم، چی میمونه؟ طالب. طالب مفرد طالبانه هست، پس طالبانه چیه؟ مسنائه، درسته؟ کتابینه، میخوام مطمئن بشم کتابینه مسناست یا نه. دستم رو اینه میگیرم، خب کتاب مفرد کتابینه هست یا نیست؟ شما بگین هست یا نیست، بگین. آفرین، بله کتاب مفرد کتابینه هست، دمتون گرم، باریکلا آرمیتا، اسما، زهرا، ماشاءالله. خب پس کتابینه مسناست، اما من میگم جیرانه، دستم رو آن میگیرم میشه جیر. بابا من 4 سال تو قطر زندگی کردم، یک بار جیر رو نشنیدم. شما 7-8 ساله داری عربی میخونی، یه بار جیر شنیدی؟ تو رو قرآن جیر شنیدی؟ نه والا. پس معلومه اصلا یه چیز عجیب غریبیه وقتی مفرد نباشه. جیرانه، جیر، جیر مفرد جیران نیست، پس جیران مسنا نمیشه، جیران مسنا نمیشه عزیز من، جیران مفردش جاره بچه ها.
ببخشید اینو درست کنم. خب یه دقیقه بچه ببخشید، تخت است دیگه. خب آقای مهندس این تا چیش زنه مسئله داره، نمیدونم از چیه. من دست رو فعال میکنم، نگاه کنید بازم نمینویسه. نه اینجا هم نمینویسه. یه داره شما بیو بزنم سریع چیز بزن. کدوم؟ یه داره بیاین دیگه، یه داره سریع بیاین. بچه ها بیاین پشت صحنه آقای مهندس صالحی رو هم ببینید. خب صدا مرسی اومد زحمت کشیدین. خب عزیزان جیرانه مفردش میشه جار، مفرد جیران میشه چی؟ جار. پس عزیزان جیران مثنا نیست. اگه تا اینجا فهمیدی یه یا علی مشتی بگو تا بعد من بهت ادامهشو بگم. دمتون گرم، دمتون گرم. ای والا ای والا. من یه چیزی بهتون بگم بچه ها، اسی بهتون بگم قلبیه. خب مهم نیستش که نمیدونم خیلی ریش داشته باشیم، خیلی ظاهر عجیب غریبی داشته باشیم، این خانواده‌ای که ما اسمشون میبریم اینا در رحمتشون واسه همه بازه، واسه همه. تلاش کنید، تلاش کنید، تلاش کنید از اینا بخواین که سرعتتون رو دو برابر کنه، سه برابر کنه. هر جوری باشی، هر تیپی باشی، هر قیافه‌ای باشی، هر رقمه که باشی، اینا کمکت میکنن، مطمئن باش. خب حالا با من باش، حالا با من باش. میخوایم برسیم به جمع. بچه ها این نکته‌ای که برای مثنا گفتم دقیقا برای جمع ها هم صدق میکنه. آقا جمع چیه رفیق عزیز من؟ جمع از ستاب بالا شروع میشه. آقا الان آرمیتا و زهرا طیبی کیان؟ دو تا با هم میشن مثنا. وقتی من به آرمیتا و زهرا طیبی اضافه بشم میشیم سه تا، میشیم جمع. حالا دیگه من و احمد رضا، آرمیتا و زهرا و اسما و علی عباس زاده و مهدی و پریسا الی آخر الهه و فلان و اینا همه جمعیم، همه جمعیم. پس جمع در عربی از ستا شروع میشه، بره تا تریلیارد ها. حالا با من باش. جمع ها سه تا دسته دارن. یک جمع مذکر سالم. عزیز من هر اسمی که آخرش اونه یا اینه بگیره، آخرش چی بگیره؟ اونه و اینه بگیره، جمع مذکر سالمه. فقط حواست باشه، باید مثل مثنا دقت کنی. هر اسمی که اونه و اینه داشت سری نگی جمع مذکر سالمه، دستت رو نشانش بذاری، مفردش باید باقی بمونه. میخوام مثال بزنم. عشقست میخوام مثال بزنم. آقا من چی میگم؟ میخوام بیام این پایین بنویسیم. خب بیام اینجا میخوام مثال بنویسم، خوب گوش کنید. خب رفقا همه حواسه با من باشه، من مینویسم طالبونم. خب می نویسیم طالبونه، می نویسم مؤمنینه، می نویسم قوانینه. آقا در نگاه اول طالبونه، مؤمنینه، قوانینه همه جمع مذکر سالمه، درسته؟ اما نه، تو دانش آموز منی، الان میخوام بریم تستاشو بزنیم و 5 دقیقه دیگه 6 دقیقه دیگه میخوام تستاشو بزنیم. میای دستت رو نشانش میذاری، اگر بعد از حذف نشانه مفردش باقی بماند میشه چی؟ میشه
جمع مذکر سالم، طالبونه دستم رو اونم میگیرم، چی میمونه؟ طالب. جمع مذکر سالم هست یا نیست؟ ای والله هست، دمتون گرم. مؤمنینه دستم رو اینم میذارم، مؤمن هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ هست. ای والله آمیتا باریکلا، عرض باریکلا، حالا ماشاءالله اسما باریکلا. قوانینه دستم رو اینم میذارم، میمونه قوان. آقا قوان اصلا چرت و پرته، قوان نشنیدیم ما تو عربی. مفرد قوانین چیه؟ قانونه. مفرد قوانین قانونه. پس قوانین جمع مذکر سالم نیست. نیست. برابو، دمتون گرم. مرحبا، باریکلا، باریکلا. مرسی مرسی. یه تشویق جانانه بیای، خوشم میاد. پایه بودین، خدا وکیلی پایه بودین. دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم. دانش آموز باید اینجوری باشه، یعنی باید حواسی سر کلاس باشه. تو وقتی حواست به منه نتیجه میگیری. امروز رو یادت باشه، ایشالله که تا همیشه آخر 30 جلسه با منی. این جلسه تست تو کنکور زدی، یادت باشه امروز رو. دمت گرم، با من باش. مخلصی مهدیه جان. بیایم حالا، بیایم حالت دوم جمع ها. جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. آقا برای چی میری بالا؟ من میخوام همینجا، برای چی میری پایین؟ میخوام همینجا چیکار کنم؟ همینجا میخوام جمع مؤنث سالم رو توضیح بدم. آقا عزیز من، آقا هر اسمی که آت بگیره ما بهش میگیم جمع مؤنث سالم، هر اسمی که آخرش آت بگیره میگیم جمع مؤنث سالم. میخوام مثال بزنم، میخوام مثال بزنم. چی میگم؟ میگم طالبات و من عاشق دانش آموزامم، عاشق دانش آموزامم، عاشق دانشجوامم. خدا میدونه نکه الان اینو بگم، از زمانی که رفتم دانشگاه آرزوم این بوده که معلم بشم. به خدا برام فرق نمیکنه که به شما درس میدم، تو دانشگاه درس میدم، حتی اگر الان یه بچه کلاس اول ابتدایی هم باشه با همین حرارت درس میدم، با همین حال و هوا درس میدم. اونایی که با من یه سال کلاس دارن میفهمن. آقای مصری جلسه اول با آقای مصری جلسه سیوم اگه تنم سالم باشه همینم، با همین انرژی، با همین قدرت. براتون شاید جالب باشه، خدا رو شاهد میگیرم، ما امسال سالی که گذشت کنکور 1401 آخر فروردین کلاس همون تمام شد، اما گروه وی آی پی ما تا شب کنکور ادامه داشت. من تا شب کنکور برای بچه ها تست میذاشتم، تا شب کنکور برای بچه ها تست میذاشتم. خب حالا با من باش امیر، بیا اینجا من چی میگم تو چی میپرسی. خب حالا آقا من میگم طالباتو، میگم طالباتو، میگم اسواتو، یا اصلا آقا اسوات نمیگم، میگم ابیات. طالباتو میگم ابیاتو. خب عزیزانم، همه حواسا اینجا، همه حواسا اینجا. آقا امیر دست. خب آقا طالبات، ابیات، هر دو در ظاهر چیه؟ جمع مؤنث سالمه. اما دوباره حواسمون جمع میشه، شاخکمون تکون میخوره، بعد دستمون رو نشانش بذاریم. الان من طالباتو دستمون رو آت میذارم، میمونه طالب. طالبات جمع مؤنث سالم هست. ای والله امررضا، آفرین، باریکالله. اسما، آرمیتا. اما ابیات، من دستم رو آت میذارم، چی میمونه؟ عبیه. بابا عبی چجوری؟ چجوری اصلا عبی؟ حالا ما شنیدیم؟ نه عزیز من، مفرد عبیات چیه؟ بیت. مفرد عبیات چیه؟ بیت. پس عبیات جمع مؤنث سالم نیست. اگه تا اینجا فهمیدی یه یا زهرای مشتی هم بنویس. دمتون گرم. باریکالله. دمتون گرم، دم همه تون گرم، یک به یک. دمتون گرم، باریکالله، باریکالله. مرسی عزیزای دل منید، مرسی مرسی.
باریکلا تا اینجا عالی بودین. بچه‌ها یه نکته دیگه داریم بعد میریم تستاشو میزنیم. خب قبلش من اینجا رفقای عزیزم در شما در خاص این شماره منه سوالی داشتین از من بپرسید 921 584 74. ما برای شما در مجموعه با کلاس در تلگرام گروه وی آی پی میزنیم، اما فعلا دپارتمان عربی مصری رو در تلگرام فالو سرچ، دپارتمان عربی مصری رو دنبال کنید. شما همین دپارتمان عربی مصری رو در تلگرام سرچ کنی عکس بنده میاد و میتونید در گروه عضوشین. اما گفتم من برای شما گروه وی آی پی میزنم. در اینستاگرامم، آقا اینستاگرام من اسمم چیه؟ مرتضی مصری، درسته؟ اولش یه عربیک اضافه کن، عربی آخرش که بذاری میشه چی؟ عربیک، عربیک مرتضی مصری. حتما منو فالو کنید، ایشالا اونجا هم در خدمتون هستیم. عربیک مرتضی مصری. بریم آخری. خب میرسیم رفقا به جمع مکسر. با من باش. میخوام اینجا به توضیح بدم نامبر وان. آقا سوال پیش میاد. آقای مصری، اگه ابیات، شما گفتی که ابیات جمع مؤنث سالم نیست. بله من گفتم ابیات جمع مؤنث سالم نیست. آقای مصری جان من، گفتین آقا قوانینه جمع مذکر سالم نیست. بله گفتم نیست. آقای مصری جانم، شما گفتی جیرانه مثنا نیست. بله مثنا نیست. خب عزیز من، اگه ابیاتو قوانینه جیرانه جمع مؤنث سالم نیست، اینا چی هن؟ بگید. اینا جمع مکسرن. عزیزم دمت گرم، مهدی باریکلا، زهرا ماشاءالله. هر عزیزانم، هر اسمی که در ظاهر، آرمیتا باریکلا، هر اسمی که در ظاهر ویژگی جمع مؤنث سالمو داره، در ظاهر شبیه جمع مذکر سالمه، در ظاهر شبیه مثناست، اما در واقعیت هیچ کدوم نیست، میشه جمع مکسر. اگه همه فهمیدین عدد یکو بفرستید. دم احمدتون گرم. باریکلا 62 نفر تو کلاسین، عدد یکو بفرستین. باریکلا یه سری از بچه‌ها، باریکلا سارا، باریکلا بچه‌ها، باریکلا یه سری از چتاشون این ور میاد، دو چیکاست دیگه، متوجه نمیشین. من اسما این ورا نمیتونم ببینم، ببخشید از بعضی بچه‌ها اسماشونو تکرار نمیکنم. مخلصیم احمد رضا. حالا با من باش. هر اسمی که گفتیم اینا نمیشه، مؤنث سالم، مذکر سالم، مثنا نیست، میشه جمع مکسر. ما یه جمع مکسر دیگه هم داریم، آقا من میگم طلاب. آقا طلاب آخرش آت داره؟ نه. آخرش اونه و اینه داره؟ نه. خب بعد جمع مذکر سالم نیست، جمع مؤنث سالم نیست، میشه جمع مکسر. آقا من میگم دفاتر، اینجا مینویسم دفاتر جمع دیگه، آخرش اونه و اینه داره؟ نه. آت داره؟ نه. میشه چی؟ میشه جمع مکسر. میگم آقا مساجد، آخرش آت داره؟ نه. اونهایی نداره؟ نه. چنو جمعیه؟ جمع مکسر. اگه آماده ای بریم تستا رو بزنیم. یه بزن بریم بنویس. دم احمدتون گرم. ماشاءالله. خب باریکلا دمتون گرم. من همینو میخوام، میخوام دانش آموز پایه باشه. آقا میگیم بزن بریم، میگیم یک مینویسی، میگم بگو یا علی میگی، اینو من دوست دارم. خب جمع خرس میشه خروس. نه دیگه، خرس و خروس با هم فرق میکنه. خب
خب حالا حواستان اینجا باشه. خب حالا خوب دقت کنید، بریم با هم دیگه تستا رو بزنیم. آماده این؟ بیایم اینجا. حالا میخوایم بریم تستا رو با هم بزنیم، میخوایم بریم با هم تستا رو بزنیم بتر کنیم. آماده این رفقا؟ تست اول کنکور 91، از سال 91 با هم شروع میکنیم تا سال 1400 میایم جلو. 91 گفته کم اسمن مؤنثن جاء فی العبارت تالیه، چند تا اسم مؤنث اومده تو عبارت داده شده؟ عبارت القمر و یجعل و سماء مدینتنا جمیلتا فی اللیل، چند تا اسم مؤنث داره؟ ویژگی اسم مؤنث چی بود رفقا؟ هر اسمی که تا تأنیث میگرفت، هر اسمی که آخرش الف و یه میگرفت، الف ممدود میگرفت، الف و همزه کوچیک میگرفت، نام شهرها، کشورها، اعضای زوج بدن، قمر، الشمس، النار، السما، الدار، النفس، اینا همه مؤنث بود. نگاه کن چند تا اسم مؤنث داریم تو اینجا؟ دو تا اسم مؤنث داریم، سه تا اسم مؤنث، چهار تا مؤنث، پنج تا مؤنث. با دقت، با دقت، با دقت همه پاسخ بدن، نترسم. ماشاءالله ماشاءالله، اینجا اشتباه کنی عیبی نداره، تو کنکور مهم اشتباه نکنی، دمتون گرم. بریم با هم نگاه کنیم، بریم با هم نگاه کنیم. آماده اید؟ ای والله. آقا القمر جز اون چند تا بود؟ القمر جز اون دهتا بود، درسته؟ یه دونه. یجعلو که هیچی، سماعه آخرش الف و همزه کوچیک داره، الف ممدود داره، شو چند تا؟ دو تا. مدینتونا آخرش چی داره؟ الف داره. مدینت، مدینت هم میتونیم بگیم مدینت تای تنیس داره، هم میتونیم بگیم مدینتونا الف داره، شو چند تا؟ سه تا. جمیلتن آخرش چی داره؟ تای تنیس، شد چند تا؟ چهار تا. پاسخ کدوم گزینه شد؟ اربعت. باریکالله باریکالله. یه کوچولو هر جا که اشتباه کردی فدا سرت. من اینجا تست نامبر وان با تو کار میکنم که تو کنکور تو به مشکل نخوری. آماده ای بریم بعدی؟ خیلی خوب بود، بریم بعدی. بیایم اینجا هر تستی، بچه ما هر جلسه که بیایم جلو شما بهتر میشی. الان تست اول، دوم، های چالشیه، میایم جلوتر های کار دستت میاد بهتر میزنی، دمت گرم. بریم بعدی. بیا با من اینجا رفیق، بیا با من اینجا. خب حالا با من باش، با من باش. میگه کم اسمن جا افی عبارت، نگاه کن 93 اومده، 93 اومده، منو نگاه کن، منو نگاه کن. میگه چند تا اسم اومده در عبارت. سال قبلی میگفت چند تا اسم مؤنث اومده، ما اسم مذکر رو کاری نداشتیم تو سال قبل. اینجا نمیگه مؤنث یا مذکر، میگه چند تا اسم اومده. اون ویژگی های هفتگانه‌ای که اول گفتم عزیزان، اسما چند تا ویژگی داشت، من اینجا براتون مینویسم. با ال شروع میشد اسم بود، آخرش تنوین میگرفت اسم بود، خب تای تأنیث میگرفت اسم بود، قیدهای زمان و مکان اسم بودن، قیدها انده، تحت، جنبه، خلفه، امامه، دیگه کلمات پرسشی به غیر از اوهل اسم بود. بچه ها مجرورها، مجرورها هم خودشون اسم بودن، ا و ان، هم قبلشون رو اسم میکردن، مجرور خودش اسم بود، کلمه قبلش هم اسم میکرد، کلمه که بعد حروف جار میومد، حروف جار چی بود؟ من، فی، الا، علی، که، ان، به، له، حتی. نگاه کن ببین در عبارت چند تا اسم داری. صبر المؤمنه عند مصائب الحیاته یدل علی ثبوت ایمانه. زمایر، زمیرها چه چسبیده چه جدا اسم بودن. به زمیرهای چسبیده دقت کن، به زمیرهای چسبیده دقت کن. گزینه اول 6 تا، ب 7 تا، جیم 8 تا، دال 9 تا. هیچ کی جرأت نداره از این تستا بیاد تو کلاس جذری بذاره. من میذارم، من میذارم. چرا؟ تو میخوام تو راهو یاد بگیری، حتی اگه اشتباه بگی، 100 تا اینجا اشتباه بگی، 100 تا تست دیگه بهت بدم درست حل میکنی.
ولی تو کلاس‌های جذبی تست‌های الکی براتون می‌ذارن که شما خوشحال بشی. ولی من از جلسه اول مردونه کنکور شروع کردم. با دقت زهرا باری کلا، آرمیتا باری کلا، پریسا یک کوچولو دقت، زهرا طیبی یک کوچولو دقت، الهه باری کلا، بعدی ماشاءالله دمتون گرم، مهدی باری کلا، احمد رضا باری کلا، ماشاءالله ها داره درست میشه، دم همتون گرم، دم همتون گرم، باری کلا اسمو امیر باری کلا. پاسخ قطعا گزینه جیم سمانیت 8 تا. حالا بیایم تست به این سختی. بابا این خیلی تست سخته، خدا وکیلی خیلی تست سخته. اگه یه جا اشتباه کنی، کم دقتی کنی، غلط میشه. بیاییم با هم نگاه کنیم، بیاییم با هم نگاه کنیم، بیاییم با هم نگاه کنیم آقا، بیاییم با هم نگاه کنیم آقا. المؤمنه مجرور دیگه، نگاه کن آخرش ای گرفته، پس صبر رو هم تبدیل به اسم میکنه. این مجرور المؤمنه صبر رو هم اسم میکنه، شد دو تا. انده قید زمان و مکان سه تا. مصائب مجروره شد چند تا؟ چهار تا. الحیات هم ال داره هم مجرور هم تای تأنیث، شد پنج تا. یدولو هیچی. علا حروف جاره، کلمه‌ای که بعد حروف جار بیاد اسمه، ثبوته نگاه کن بعد حروف جار اومده، تازه مجرور هم هست، شد چند تا؟ شیش تا. ایمانه اینجا رو نگاه، ایمان خودش اسم دیگه، ایمانه به علاوه ه شده ایمانه، این پایین می نویسم شده چی؟ شده ایمانه. آقا ایمانه، من گفتم ضمیرها چه جدا چه چسبیده اسمن، ایمانه اسم اول هفتا، ضمیر ه هشتا، هفتا هشتا. حال کردی خدا وکیلی؟ اوکی شدیم بچه ها؟ دمتون گرم. اگه فهمیدی، اگه حال کردی، یه یا زهرای مشی بنویس. باریکالله باریکالله، دمتون گرم، ماشاءالله امیر، ماشاءالله زهرا اسما، ماشاءالله مهدیه زهرا طیبی، ماشاءالله عمر رضا، ماشاءالله دمتون گرم، دمتون گرم. این تست از تست قبلی سخته بود، ولی شما بهتر پاسخ دادی. هر جلسه هر دقیقه تو کلاس من پیشرفت میکنی، توکل به خدا با من باش. باریکالله به چیزی که من میگم گوش کن، انشاءالله نتیجت رو قطعی میگیری. بیایم نفته سوم، بیایم تست سوم. از سال 93 میخواییم پرواز کنیم به سال 98، ماشین زمان رو سوار شدیم، میاییم سال 98. بیا اینجا تجربی 98 با من باش. تجربی ها، تجربی ریاضی ها، سکوی پرشتون میتونه عمومی باشه ایشالله. انسانی ها میدونی دیگه، اگه عربی رو نتیجه بگیری کنکور رو بردی، عربی رو نتیجه نگیری کنکور رو باختی. ایشالله اگه خدا بخواد با عربی به سبک مصری در با کلاس نتیجه میگیری. با من باش. سه میگه عین مالای صفی جمع و سالم للمؤنث. با من باش. عین یعنی مشخص کن، مالای سم منفیه، مشخص کن کدوم جمع مؤنث سالم نیست. با من باش. جمع مؤنث سالم آخرش آت میگرفت، درسته؟ باید زیر اسمایی که آت داره رو خط بکشیم، دستمونو بذاریم رو نشانهش، اونی که مفردش باقی نمونه جمع مؤنث سالم نیست. آقا گزینه یک چیه؟ ظلمات. دو جوالات. سه کرامات. چهار اسوات. بسم الله کدوم پاسخ ماه؟ کدوم جمع مؤنث سالم نیست؟ تجربی 98. باریکالله باریکالله، ماشاءالله ماشاءالله، باریکالله 100% همه دارن درست میگن. من همینو میخوام. نگاه تست سوم 100% شدید، دمتون گرم. بچه ها اگه الان این تست تألیفی بود خوشحالی نداشت، خوشحالیش از اینه که تست 98 تجربیه. بچه ها من بهتون فن یاد نمیدم، تکنیک یاد نمیدم، تو داری علم یاد میگیری، خودت پاسخ میدی. خب آقا ظلمات، ظلم مفردش میمونه، جوالات، جوال میمونه، کرامات میشه کرام. شاید یه خورده اینجا با خودت شک کنی ها. اسواد میمونه اسو. اصلا اگه منطقی نگاه کنی کرام به کرامات نزدیکتره تا اسب به اسواد. حالا با من باش.
یه جا اینطوری گیر کردی به آخرش تای تنیس اضافه کن معلوم میشه، تای تنیس اضافه کن معلوم میشه. آقا من به آخر کرام تای تنیس اضافه کنم میشه چی؟ میشه کرامت. کرامت مفرد کراماته، اما به اسب تای تنیس اضافه کنم اسوت، بازم غلطه، مفرد اسوت میشه صوت. پس این نکته رو تو ذهنت بسپار، کنکور 1400 باید به این نکته دقت کنی. بریم بعدی ماشاءالله، بریم بعدی. چقدر دیگه زمان داریم؟ بریم باریکالله، بیاییم با من باشین، بیاییم با من باشید. خب آقا بیاییم کنکور 98، بیاییم رفقا کنکور 98، کنکور 98 ریاضی میگه اینو الجم یختلف و عن الباقی. با من باش جواب نده، به من نگاه کن. میگه مشخص کن کدوم نوع جمع اختلاف داره با بقیه. ها کدوم جمع اختلاف داره با بقیه؟ نگاه میکنیم کدوم جمع مشهوده. الان تو این چهار تا جمله کدوم جمع مشهوده؟ مؤنث سالم، مذکر سالم، مکسر. آفرین آفرین، جمع مذکر سالم. خب نگاه کن مؤمنین، گزینه خوب گوش کن. یک مؤمنین رو داریم، به مساکین رو داریم، گوش کن. سه جالسین رو داریم، سه طلاب هم داریم، چهار هم مسلمین رو داریم. منو نگاه کن، تو نگاه اول اگه بخوای ساده لوحانه نگاه کنی میگی مؤمنین، مساکین، جالسین، مسلمین جمع مذکر سالمه، طلاب جمع مکسره، پاسخ میشه گزینه سه. نه، باید صبر کنی، اول این چهارتا رو حذف کن، دستتو رو نشانه بذار. اگه این چهارتا جمع مذکر سالم بود که میشه طلاب، اما اگه تو این چهارتا یکیش جمع مذکر سالم نبود، پاسخ میشه همون گزینه. ترا طلاب آورده که حواستو پرت کنه. حالا با دقت پاسخ بده. زهرا طیبی، مهدیه، سارا، همه درست گفتید. آفرین آفرین الهی خانم، درسته. همه رضا، باریکالله، ماشاءالله، باریکالله، باریکالله، 100% دارید درست میگید. اسما باریکالله، ماشاءالله، علی عباس آبادی ماشاءالله، باریکالله. قطعاً پاسخ گزینه ب. نگاه کن، مؤمنین مفردش مؤمن، جیم جالسین جالس، دال مسلمین مسلم، اما مساکین مفردش میشه مسکین، مفردش مساک نمیشه. ما اصلا مساک تا حالا نشنیدیم، چیکار داریم میکنیم؟ منو نگاه کن، گفتم یه تست کنکور سراسری قطعی بهت میدم، قبلی تجربی 98 بود، اینجا 98 ریاضی، حالا هنر 98. بریم با هم بزنیم، تازه زبانشو نیاوردم. میگه عین مافی جمع و سالم للمؤنث، کدوم یکی جمع مؤنث سالمه؟ هنر 98 کدوم یکی جمع مؤنث سالم هست؟ ما لیسه یعنی نیست، مافی یعنی هست. با دقت با دقت تو این چهارتا نگاه کن، هر جا گیر کردی تای تنیس اضافه کن، تو هر کدوم شک داشتی به آخرش تای تنیس اضافه کن، پاسخ به دست میاد. با دقت الهه الهه، یکم بیشتر دقت کن. ماشاءالله مهدیه، پریسا درسته، آرمیتا بیشتر دقت کن، دقت کن، آخرش تای تنیس دستت میاد. زهرا آفرین، اسما باریکالله، الهه درسته، من اشتباه دیدم، ایوالله. خب سریع هم سیکر رو میذاره. خب دمتون گرم، باریکالله آرمیتا، باریکالله الهه، احمد رضا ماشاءالله. آقا گزینه چهاره، بله، من نگاه کن، اسواد که میشه اسف، غلطه. اوقات آتشو برمیداری اوق، بابا اوق چیه؟ خب ابیات آتشو برمیداری میشه ابج، اصلا ابج معنی نمیده. ادارات آتشو برمیداری میشه ادار. آقا ادار، من به آخر ادار نگاه کن، من به آخر اداره یه ت اضافه میکنم میشه اداره، ادارت. ببین کاملا درسته، اما من به ابی بخوام تای تنیس اضافه کنم میشه ابیات. بابا مفرد ابیات، بیت ابیات معنی نداره، اما ادارت کاملا معنی داره.
دمتون گرم. اگه آمادی بریم 1400 انسانی رو بزنیم، بعد چیشالله تو با کلاس آنلاین عربی رو ثبت نام کنید، 30 هفته زنده باشیم کنار هم پیش بریم، یه یا علی بگید تا من تست 1400 رو بیارم، تست آخر امشب رو بیارم. باریکالله، ماشالله، ماشالله، مرسی، مرسی، واقعا شایسته تشویق بودین، دمتون گرم. خب خب بیایم اینجا، 1400 انسانی، بسم الله، انسانی 1400، عین مافی جمع و سالم للمؤنث، مشخص کن کدوم گزینه جمع مؤنث سالمه، آخرش تای تانیس اضافه کن به دست بیاری، آخرش تای تانیس اضافه کن به دست بیاری بین گزینه هات. ماشاءالله با دقت 1400 دیگه، از این نامبر وانتر من دیگه از کجا بیارم تست؟ هر گزینه ای که تو گزینه ها تای تانیس اضافه کن، ماشاءالله الهه، باریکالله، 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 با دقت ماشاءالله پاسخ بدین. مهدیه آفرین، پریسا باریکالله، زهرا، زهرا شایسته ماشاءالله، احمد رضا باریکالله ماشاءالله بهتون، زهرا باریکالله، آرمیتا، اسما، زهرای طیبی، دم همه تون گرم. ببخشید اگه اسم همه نمیارم، قطعا گزینه سه، من نگاه کن، ابیات غلط، اسوات غلط، اوقات غلط، آلات، آتو برداریم بهش تای تنیس اضافه کنیم میشه آلت، آلت مفرد آلاته، پاسخ گزینه سه میشه. حالا منو نگاه کن، چرا میگم تست کنکوری باید کار کنیم؟ ببین این 1400 انسانیه، ببین حالا تو 98 نگاه کن، تو 98 یکی یکی نگاه کن، اسواتو داشتی؟ اسواتو داشتی؟ بیایم اینجا، تو 98 ابیاتو داشتی؟ اوقاتو داشتی؟ نگاه، همه اینا تو تست 98 بوده، یعنی وقتی که تو کنکوری کار میکنی یه دفعه به خاطر درست کار کردن توی کنکور، سر جلسه کنکور بهت غیر مستقیم داره تقلب میرسه، فقط کافیه قبلش خوب کار کرده باشی. دمتون گرم، دمتون گرم. امروز رفقای عزیزم جلسه بی‌نظیر بود، من سعی کردم آنچه که میشه به بهترین شکل بهتون آموزش بدم، از انرژی که ازتون گرفتم لذت بردم، فکر میکنم 90 دقیقه بالا پایین پریدم، دمتون گرم. نه تست آخرمون بود، مخلصی، مرسی عزیزین، آمیتا جان، علی جان، مرسی از همتون. حالا فقط کلام آخر با من باشید بچه ها، عربی رو ثبت نام کنید، ما فقط به این تستا بسنده نمی کنیم، ما گروه وی آی پی می زنیم. این هفته من به شما مبحث اسم رو یاد دادم، از این هفته، از این دوشنبه تا دوشنبه هفته بعد تو گروه وی آی پی کلی تست دیگه کار می کنیم، فقط اینا نیستا، ما ته هفته هم با شما همراهیم اگه زنده باشید، اگه زنده باشم و ایشالا عمر شما طولانی. دوستتون دارم، ثبت نام کنید و کلام آخر به حرمت آرزوهاتون بجنگید. اگر دیدید عربی به سبک مصری میتونه بهتون کمک کنه و اگر با من موافقید که فقط با علم آموزی نتیجه میگیرید، همراه من باشید. دوستتون دارم، عید قدیر پیشا پیش مبارک، یا علی مدد، به امید دیدار روی ماهتون. مرسی، مرسی، واقع خودتون باشید، مرسی، از همه تون ممنونم، مرسی بچه ها، مرسی، مرسی، همه رضا، زهرا جان، آمیتا جان خیلی ممنون، علی جان خیلی ممنون. دوشنبه هفته دیگه انشاءالله میبینم به تون. امیر جان همین امسال بیا دیگه، تا سال دیگه همین امسال بیا، امسال بشه از سال دیگه برو با تست بزن، امسال بیا تا سال دیگه باز کی زنده کی مرده. مهدی جان مرسی، دوستتون دارم. یا علی